بسم الله الرحمن الرحیم قران زکونکو استریمشی هېله دا ټول جوړ ورو او د صحت جامع پرتان ولاره قران زکونکو کله څنګه چې پیګې ورځ پر ورځ هوا په سړې دوه تاسو دا. هم هڅه وکړې چې تو دې جامع واغونې تر څو لنارغوي خوندې پاتشي راز خپل درسونو ته د لسمن ټولګي پښتو مسګون څلور دې شمه جلسې ته موق په دې در د شپږم جلسې کې د پښتو ادب او لارښوونی دورا باندې خبرې کړي وې موخ په دې پوښیو چې پښتو ادب او لارښوونی دورا ل دویم هجری پیړۍ څخه پیلېږي او تر زرم هجری قمري کال پورې دوام کوي په دغه وخت کې موګ د هم ویلو چې امریکا رود د پښتو ادب او لنای شهر دی چې موګ یې شهر پلاس کړي ورو لاغنا ورستا بیت نیک ابو محمد هاشم سروانی او تای معنی او همداس نو شاعرانو له روټه د شیرونو بیلګه پټه خزانه او زین زینو کې تذکرۃ الاولیاء تمه پرې را رسول دي نن خپل وست دوام ترزو از موک جلسہ دانم څلور دې شمجلسه او موضوع بیا هم د پښتو ادب تر د لغونی دورې پات برخه دا درس پایتان درس دي د لغونی دورې مو ګول چې تقریبا 90 کال دوام لري په دې کې ګنجي شاعرانو ګلرو ځینې مو ولول وسل او ځینې نور به نن ولولو نن لاسلیمان مکو څخه پایل کوو سليمان مکو هم د پښتو ادب ته د لنوري دوره یو لیکوال او شاعر دی چې یو مهم اثر مخترباته دی و بوګورو چې د څوک د حکومت سره لیکلای سليمان مکو د سليمان مکو پرامه یو پښتون لیکوال پیژنو چې د اووم هجری پیړۍ په لومړيو کې لا شپږ سو ۱۲ هجری خمرې کال راورس ته د تذکيرات الاولیاء پرامه په پښتو را څرګي یو کتاب لیکل دی د دې کتاب د سر څو پاڼې ترلاسه شوي دي په هغو پاڼو کې د پښتو څلور پخواني شاعران را پیژندلي او د هغې د شعر بیلګې هم خوندي کړې دي ببینیم دوستان عزیز ما در سلسله دروس خود ادامه میتیم به دوره لرغون یعنی دوره باستانی ادبیات پشتو که یک دو شاعران را قبلا معرفی کرده بودیم امروز میایم به سلیمان سلیمان ماکو را معرفی میکنیم که سلیمان ماکو کی بود سلیمان ماکو چی کرده به ادبیات پشتو سلیمان ماکو یکی از کتاب های مهم یعنی یک تذکره مهم را نوشته کرده در زبان پشتو که زیاد شعرا را در او کرده شاعرایی که اگر این کتاب نبود او شعرا امروز یعنی گمنام بودن ما شاید نمیشناختیم اورا این شاعر کتاب را نوشته کرد اونمو شاعرا را زندگی نامیشه و نمونه کلامشان در کتاب خود جایگزین کرد که اونمو کتاب که تذکیرات الاولیا نام داره امروز به دسترس ما قرار داره ما از روی برکت این کتاب اون چند تن شاعر را میشناسیم و نمونه کلامش هم با خود داریم این کتاب تذکیرات الاولیا نام داره و بعد از سال 612 هجری قمری یعنی در قرن هفتم هجری کتاب نوشته شده چرا چرا نوشته کرد این سلیمان ماکو این پیش هر شیخ و پیش هر ولی میرفت اونم تو یعنی یک یکی از کسایی بود که همیشه در حالت سفر بود کسا، کسایی که شیخ بود ولی بود اونا را پیشش چند روز میشیشت قد شانشست و برخواست میکد از اونا زندگی نامهشه نمونه اگر شاعر بود شعرش، شا، اگر ولی بود او را ذکرش تا از کارشه او را پیش خود درج میکد که فرانی ده اینجا زندگی کرده و اینی هم نمونه کلام یا نمونه نصر است این اینی را انجام میداد که خوشبختانه اینی کتاب ما امروز با خود داریم و البته مکمل نه یک چند صفحه با خود داریم که دو دا چند تن شاعرها معرفی شده. ادامه میتیم د پښتو دغه پخوانی شاعران دادی دغه څلور تنه شاعران څوک دی یعنی دغه شاعران چې په که تر ولیا کې معرفي نمونه دادی د پښتو دغه پخوانی شاعران یعنی شاعرای قبلی یعنی شاعرای قدیمی زبان پښتو به طور ظاهر است بیتنیکا شیخ اسماعیل ملکیار غرشین او قطب الدین بختیار کاکای دی سلیمان ماکو د اوم هجری پیړۍ په لومړیو کې د کندهار پرغستان کې اوسېده د خان سابزی ماکو زوی ئې درخنده هر ژوندۍ میکا در په قره 7 هجري پسر باراخان سابزای و په افغانستان باندې د چنګې د ارغله زمونه کې د بابا هوتک او د هغه زوی ملکیار هوتک په نامه د ونور پښتانه شاعران لرو د دوی د شیرونو یوه ایوه بیلګې مختراپاتي د بابا هوتک د هماسیصن دری مطلع چې پښتانه یې په کې د ارغله ګرو پر وړاندې مقاومت ته تحول دي داله وګورئ وخت کې مغول چنگیزها چنگیز ها بالای افغانستان حمله می کنن. یک تعداد شوهرای پشتون در مقابل آنها در مقابل آنها می که دیگه افغان ها را تحریک بکنند شیر می این نمی شیر به دسترس ما قرار داره این کی است یکی ملکیار هوتک است و پسر از او بابا هوتک هست و پسرش ملکیار هوتک اینها هر دویشان شاعر بودند که در مقابل چنگیزها ها اینها شیر سرودن در افغان را در مقابل با آنها تشویق کرده شیر چی رقم از ببینین بر سرغر بل را تانن ارده سرغر این سفیدکو سیاکو سرخکو این منطقه ای که هستن بالای میگه کوه سرخ میگه امروز آتش بل است و اگر یه جور را پیغور ده پیغور تانه را میگه ای مردم میگه بر ما تانه جور شده به کلی کور بانده مغل راغی بالای قریه ما بالای خانه ما مغل آمده هم به غزنی هم به کابل راغی هم بالای غزنی آمده و هم بالای کابل آمده یعنی مردم تشویق کرده که اینها کی هستند اینها کشور ما را اشغال میکنند در مقابلش یعنی استاد شوین امشنان یک شاعر دیگه هم داریم به نام شیخ متی شیخ هم ده هم ده زمان شاعر دی نوموړی په شپږ سو اته اته هجری قمری د کلات د ترنک د سیند په غاړه وفات شوی او د پر د شیخ متی عرفانی سندره موږ ته د په وسیله را رسیدلې ده, ده د رسید شعر مطلع داده دا. خو یک شاعر دیگه ای که دارم او شیخ متی است شیخ متی در کلات در پهلوی یا در ساحل دریای ترنک ای اونجا دفن شده یعنی مناطق زندگی میکرده با اتونم اونجا دفن شده مزارش هم وجود داره و ای که از یک شخص عرفانی بود یعنی عارف بود و یک شخص صوفی بود که شعر می سرود خزانه اونم کتاب مهمی که در زبان پشتو است اونمو برای ما شما یک مطلع شعرش برای ما آورده البته شعرش زیاد است خب مطلعش در اینجا ما گرفتیم پلوی غرو هم په دختو کې غرو کوهاره میگه دخت و دشت میگه پلوی سهار پنی نیمه شپو کې په غاړه غږ او په شپلکو کې شپلکو هم کې میدانن یاد ژلیو په ویژل و غمدیده کسایی که غمگین باشند تو استاد یاد ناره سوری دی داستاد مینه ننداری دی نمداره تماشا را میگه این یک مطلع شعر شیخ است میاییم به قرن هشت هجری که در قرن هشت هجری در ادبیات پشتو چی کارهایی گرفته تا قرن هفته این می شاعرها بودن در قرن هشت هجری باز هم یک تغییر وجود میشه در ادبیات دا پشتو یک تحول دیده میشه که یک شاعر بزرگی را ما داریم در دا قرن که شعرهایش بسیار یعنی یک انقلاب را برپا کرده قبل از این قسم شعر در زبان پشتو نبوده این شاعر کی است اکبر زمینداوره است اکبر داورای اولین غزلخانه پشتو یعنی اولین غزل در زبان پشتو اکبر زمینداوری نوشته کرده میخوانم که یکی بوده و کدام غزل نوشته کرده پا هجری که ببینید در قرن هشت هجری قمری در زبان پشتو غزل نوشته شده به اتم هجری پیره که در اکبر زمینداری پنامه خوکجب شایر لرو خوکجب یعنی شیرین زبان و ایچ دق شایر در شیرون و لوی دیوان در لود خو لبد مرغه یعنی بدبختانه که در زمانه توپانی سیله و لزان سره وره دهی زمانه با خودی را برده. د اکبر یو مصنوی او تو غزل خواندیدی دیوی دی غزل لمړی بیت دا دی د خپل ځان له حیرانه څه ویل کړم د عشق ویر به تل پټول چند تا غزلش بعد دسترس ما قرار گرفته که مطلع یک غزلش یعنی نیست که اینجا ما خواندیم بعد از این ما خلیل خان نیازی و سلطان بحلول لودی را با خود داریم اینها شعرهای هستند که در زبان پشتو شیر سروده و ما نمونه های کلامش هم داریم خلیل خان نیازی او سلطان بهلول لودی دواره د نهم هجری پیړی شاعران دی ببینین او در قرن هشت زندگی میکرد اک بر زمینداری در قرن 9 کدام شاعر را داریم ای دو دونه شاعر از خلیل خان نیازی و سلطان بهلول لودی پره شاعران دی چې په هندستان کې اوسیدل در هند اینو ها زندگی میکردن زرغون نورزای هم له همدغه زمانه شاعر دی چې د کندهار اوسیدون کوي زرغون نورزای هم در خرنه نوې هجری ژوندۍ میکرد در کندهار البته ژوندۍ میکرد د نیموړی واساکینامه را پاتې د چتو لمرې بیتونه دادي یەکي ساکینامهش په داسرص ما قرار گرفتہ کې چاټو نمونېشه یعنی نمونې کالام شینځاورده میګ ساکي پات په یالا را کړ مراور یار مې پخلا کړ او بتوې پلان بو کړ او مې مړ پدې او بو کړ په سرلای سو غنچا ګل کا زلفه تاوه د سنبل کا ای شعرې زرغون خان نورزای بود در هم هجری پیړی په و او د لسې پیړی په لومړی کې درې خزینه شاعران هم پیژنو ببینین در این قرن ها ما شعرای زن هم میشناسیم یا پتا خزانه برای ما شما شما را معرفی کرده که سه تن شعرا شعرای زن کی ها هستند ببینیم لمرای زرغونه کاکر ده اولیش زرغونه کاکر است که شما با نامش آشنا هستین زرغونه کاکر ده چه د دی دین محمد کاکر لور او د کندهار د پنجوایی اوسیدون که و نوماور پیاور شاعر او خه خطا تا و په نه هجری خمری کالی د شیخ سعدی شیرازی بوستان پشتوتش تش دی. لیده ده به حکایت تو باید تونه دادی ببینین ما یک شاعر را داشتیم که اولین شعر از زبان عربی به زبان پشتوت ترجمه کرده بود یعنی اولین شاعر ترجمان که از, دی... از دیگر زبان به زبان پشتو شعر ترجمه کرده او ابو محمد هاشم سروانی بود ما قبلا در درس های, درس های خود خواندیم امروز یک شاعر زن دیگه را میشناسیم که او از دری به پشتو ترجمه کرده کتاب شیخ اسد سوری را گرفته از زبان دری به زبان پشتو ترجمه کرده که خیلی خوب و با تمام لطافت و نزاکت هایی که است در شعر او را کلش گنجانی ده و و مخصوص شعر ترجمه کرده میخوانیم نمونه شعرش او ریدل می قصه ده هم خواگه ده دا. ده اختر سهار بایزید چه او رویدار ببینین این شعری است که از زبان دری و از زبان پشتو ترجمه شده اصلا شعر از شیخ سعدی شیرازی است ولی زرغانه کاکره ای را به پشتو ترجمه کرده و پشتویش هم و اینمی شعرش هم خیلی روان ترجمه شده شاعر دیگه که ما داریم اول خوزرغانه کاکره بود دومی که است بلا شاعر رابیه رابعه نام داشت چې د مغولي واکمن زهیرالدین بابر معاصر و در زمان زهیرالدین بابر زندگی میکرد د دی شیرون دیوان دلوت خو اوس ورک دی دیوان شیرش حالا گم است دا لاندې څلوریز خزانه پټې خزانې خوندې کړې او تر موږ یې خزانه اینی شعرشه محفوظ کرده و برای ما رسانده او شیرش چی است آدم از مکه اوتا راستون کا په اور د غمی سوې کا دوزخی روخ کا پر مخ د زمکه نومې هغه دلته بیلتون کا از جدایی شکایت کرده و گفته که جدایی اینی رقم یعنی سه خیلی سخت است و جگر آدم هم می یعنی شکایت ها از جدایی زده شعر این وقت هم یک شاعر دیگه را هم داریم به نام بی, بی نکبخته بی بی نکبخته هم د دغه زمانه شاعر ده و نحس و نحش بیت د ارشاد الفقرا په نامه یو کتاب په پښتو ژبه که چې محمد هوتک یې په پټه خزانه کې نمونې خوندې کړي دي یوه بیلګه ارشاد الفقرا ای رابعه یک کتاب ببینید یک وقت یک کتاب نوشته کرده که کتابش متاسفانه گم شده ولی نامش پرتخزانه خزانه برای ما شما رسانده گفته که این نسخه کتاب موجود بود ولی فعلا به دسترس ما نیست یک نمونه ی کلامش است پزرخات چه ای مومنه په ظاهر په باطن سپینه ظاهر زهد په اخلاص کړه په زړه شه لا یقینه یعنی محکم باش استوار باش شکر صبر په هر حال کړه خود نمایی مشه خود بینه خود نمای و خود بین مگه نباش این نمونه ای کلامش بود این هم قسم یک شاعر دیگه را هم با خود داریم که دوست محمد کاکر نام داره دوست محمد کاکر هم دلسم هجری پیری دلمری نمایی شاعر دی ببینیم ما تا قرن نو را شاعران را معرفی کردیم امروز شاعر قرن در را برتان معرفی میکنیم که هیچ در قرن ده کدام شعرا زندگی کرده دوست محمد کاکر یک از است که در قرن ده در نیمه قرن ده هم زندگی کرده چی پر نسو و هجری خمری کال در نامه پنوم پر نظم یک کتاب دیکلایدی بنامه غرق نامه یک کتاب به نظم نوشته کرده شیخ بستان بریز شیخ بستان بریز هم یک اشعارای است که در قرن ده زندگی کرده در هم دقیق زمان شاعر دی د بستان الاولیا په نامه یه پختو کتاب لیکلد یک کتاب برای بستان الاولیا این شاعر نوشته کرده په دوره که سربیره له شاعران شاعرانو او کوال څخه چې موږ یې د ژوند او په باب لنډې در دوره بستانی زبان ادبیات پشتو ما یک تعداد شعرایی را داشتیم که نمونه کلامش هم با خود داشته و حتی کتابهایش نامایش موجود بود اگر خود کتاب نبود ولی نامش موجود بود اگر از حتی از یگان تا کتابش هم موجود بود به دسترس ما قرار گرفته بود این شاعران ما معرفی کردیم یک تعداد شاعرای دیگه را هم داریم که نام های از او در کتاب ها آمده ولی خودشان زندگی نامه ایشان و شعرشان به دسترس ما قرار نگرفته یکی را بعدا می در روزهای آینده بخیر خیر می خدا کنه از درس امروزی ما یک چیز یاد گرفته باشین نورمو پاپاک الله سپارم الله